اقتصاد ایران که به دلایل مختلفی در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبرد روز به روز در حال حرکت به سمت سقوط است این موضوع به گونه ای است که مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته و یکی از اصلی ترین این مشکلات سوء تغذیه کودکان و خورسالان در این کشور است همکارم علی اکبری گزارش میدهد بیش از ده هزار کودک کمتر از پنج سال و مادر باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه در ایران در حالی تحت پوشش سبد غذایی کمیته امداد قرار گرفتند که موجودی این سبد با ارزش معادل 100 هزار تومان با تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی همخانی ندارد و به همین سبب مسئولان این کمیته و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خواستار افزایش محتویات این سبد و در واقع افزایش ارزش ریالی این سبد ها شدن. تا این اقدام تاثیر واقعا موثری در رفع سوء تغذیه همین تعداد کودک و مادر تحت پوشش داشته باشد طبق طرحی که از چند سال قبل و با همکاری مشترک وزارت بهداشت و کمیته امداد در حال اجراست و از چندی قبل هم اعتبارات این طرح تامین شده خانهها و مراکز بهداشت روستایی و شهری پس از شناسایی خانواده های نیازمند و کودکان و مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه در این خانواده ها آنها را به دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت معرفی کرده و در صورت تایید وسع این خانواده ها اطلاعات جمعیتی خانوار در اختیار کمیته امداد قرار میگیرد تا مادر باردار یا شیرده و کودک کمتر از پنج سال این خانواده تحت پوشش سبد غذایی کمیته امداد قرار بگیرند. طبق اعلام مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال گذشته حدود 60 هزار کودک زیر پنج سال و حدود 54 هزار مادر باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه پس از معرفی توسط وزارت بهداشت به کمیته امداد مشمول دریافت این سبدهای حمایتی تغذیه ای شدند اما این مقام مسئول حوزه سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت معتقد است که گرانی ها و تورم قیمت کالاهای اساسی و همچنین اقلام موجود در این سبدهای حمایتی ایجاب می کند که ارزش ریالی و موجودی این کارت های هوشمند افزایش یابد که به گفته این مقام مسئول در صورت پاسخ سازمان برنامه و بودجه به مکاتبات این دفتر برای افزایش اعتبارات مورد نیاز وجه و اعتبار این کارت هم افزایش خواهد یافت هفته پایانی مهر ماه امسال مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در هشدار نسبت به افزایش فراگیری ناامنی غذایی در ایران به دلیل گرانی و تورم و مشکلات معیشتی اخشار نیازمند اعلام کرد که استانهای کوکیلویه و بوی رحمت، خوزستان و هرمزگان ایلام و کرمان خراسان جنوبی بوشهر و سیستان و بلوچستان با بحران ناامنی غذایی مواجهند و به دنبال این هشدار خواستار اقدامات سریع دولت شد حال باید منتظر ماند و دید که دولت ایران چه زمانی قصد دارد گامی موثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و از بین رفتن موزلات خطرناک در این کشور بردارد.